ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیقات و نوآوری، مدرنیزه کردن ساخت ادوات زرهی، دستیابی به تولیدات تجهیزات زمینی، طراحی و ساخت هواپیماهای جت آموزشی با بدنه کامپوزیت، تجهیز انواع هواپیماهای شکاری به سامانه سوخت‌رسانی و سوخت‌گیری از شکاری به شکاری، ساخت شبیه‌سازهای آموزشی، ساخت انواع زیردریایی‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین، طراحی و ساخت سامانه‌های دید در شب و روز، طراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزار سامانه‌های فرماندهی، کنترل ارتباطات و اطلاعات گام اساسی برداشته است. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به رغم حضور سال‌های متمادی در مناطق مرزی و انجام رزمایش‌های متعدد، آزمایش سلاح‌های ابتکاری جدید و بومی‌سازی شده و بهره‌گیری از تاکتیک‌های تلفیقی، آرایش زمین و آرایش مناطق دفاعی کشور، کارهای بزرگی انجام داده است. ما از بعد زمینی با توجه به نوع جنگ‌هایی که در آینده هست این اطمینان رو داریم که هیچ کشوری به خودش اجازه نخواهد داد که به هیچ وجه از طریق زمین با ما وارد جنگ یا مقابله بشه. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با ساخت، نوآوری و تعمیرات اساسی و آماده سازی هواپیماها و تجهیزات پروازی هواپیمایی و پدافند، خلاقیت‌های تاکتیکی و روحیه شهادت طلبی خلبانان چون همیشه آماده دفاع از فضای کشور است. به شکر خدا در نیروی هوایی ما به خودکفایی کامل در ساخت انواع موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های هوا به زمین، موشک‌های هوا به سطح رسیدیم. نه تنها تحقیق کردیم، تولید کردیم. در بحث سامانه‌های الکترونیکی هم از سامانه‌های ناوبری به خودکفایی کامل رسیدیم. در حال تولید کردن هستیم. تنوع تجهیزات رو کم می‌کنیم. در تعمیر و نگهداری هیچ گونه وابستگی نداریم. در تأمین قطعات یدکی به شکر خدا در حال خودکفایی کامل هستیم. در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یگان‌های زیرسطحی در شرایط کاملا برتر و اشراف همه جانبه حضور متحورانه و مقتدرانه خود را به دشمن تحمیل کردند. ما با ساخت ناوچه‌ها و ناوشکن‌ها و شناورهای و تسلیحاتی رو که میتونیم در اینها مورد بهره برداری قرار بدیم، اژدرها و سایر بخش‌های دیگه، تونستیم توان دریایی خودمون رو به شکل بسیار بالایی ارتقا بدیم.